برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. آستان مقدس کاظمیه از آمادگی برای استقبال از میلیون‌ها زائر برای مراسم بزرگداشت شهادت امام کاظم علیه السلام خبر داد. معاون دبیر کل حرم و رئیس کمیته آستان مقدس کاظمیه گفته برنامه‌های لازم تدوین شده و تمامی جنبه‌های خدماتی توسط مقامات مربوطه از شهرداری بغداد، وزارتخانه‌های بهداشت و حمل و نقل و سازمان بسیج مردمی تهیه شده است. آستان مقدس حرم‌های امام موسی کاظم و امام جواد علیهم السلام در شرایطی برای مراسم سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام آماده می‌شود که انتظار می‌رود در این روز چیزی حدود 10 میلیون زائر خود را برای شرکت در این مراسم به منطقه کاظمیه در بغداد برسانند. منابع خبری و محلی از انتشار کتاب مرقد امام حسین علیه السلام از بازسازی تا تخریب در طول 1400 سال در شهر مقدس کربلا خبر دادند. سعید رشید زمیزم نویسنده و پژوهشگر عراقی که این کتاب را تألیف کرده اعلام نمود کتاب مذکور در 100 صفحه و با حمایت بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی علیه السلام چاپ و رمانه بازار شده است. در این کتاب همه اتفاقات رخ داده برای مرقد مطهر از زمان شهادت امام حسین علیه السلام و تا زمان تألیف کتاب زیر ذره‌بین قرار گرفته است. دفتر مرجع عالی قد آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا در روز 11 رجب الاسب سال جاری میزبان جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی از جمله روحانی سرشناس بحرینی شیخ عبدالعظیم مهتدی از نمایندگان مرجعیت در کشور بحرین بود. این دفتر همچنین میزبان چند تن از طلاب علوم دینی از کشور ایران و همچنین شهر مقدس کربلا بود که طی دیدار با اعضای دفتر مرجعیت با آنان در رابطه با اهمیت تبلیغ دین، صفات مبلغ دینی و اهمیت ازدواج برای جوانان گفتگو کردند. وزارت کشور عراق مجوز حمل یک قطع سلاح در هر خانه به شرط ثبت آن بر اساس سامانه الکترونیکی اعلام شده توسط این وزارتخانه را صادر کرد. سخنگوی وزارت کشور عراق گفته هر شهروند یا خانواده در یک خانه مستقل می تواند از طریق یک سامانه تعیین شده برای تملک یک قطع سلاح سبک تپانچه یا تفنگ ثبت نام کند. بر اساس اعلام وزارت کشور عراق، سازماندهی سلاح شهروندان در 3 مرحله اجرا خواهد شد و دفاتر ثبت سلاح که تعداد آن 697 دفتر است به منظور ثبت در مراکز پلیس در سراسر استانها، شهرها و روستاهای عراق غیر از اقلیم کردستان ایجاد شده است. به گزارش رسانه‌ها شب گذشته هواپیماهای جنگی آمریکایی و انگلیسی بار دیگر یمن را بمباران کردند. در این حمله مشترک جنگنده‌های آمریکا و انگلیس اهدافی از جمله پادگان‌های نظامی و انبار مهمات سلاح حوثی‌ها را هدف قرار دادند. متقابلاً سخنگوی نیروهای یمنی هم اعلام کرد که حوثی‌ها به یک کشتی تجاری آمریکایی موسوم به KOI که عازم بنادر اسرائیل بود هم حمله موشکی نمودند. این حمله موشکی به کشتی تجاری آمریکایی چند ساعت پس از آن صورت گرفت که حوثی‌ها یک ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ را با چند موشک هدف قرار دادند. به همت مسئولان دفتر مرجع عالی قد آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف افغانستان 43 مرحله ذبح گوسفند و توزیع گوشت آن انجام شد. سید محمد مرتضوی از مسئولان دفتر آیت الله العظمی شیرازی در مزار شریف ضمن اعلام این خبر گفت در این اقدام نیکوکارانه و بشردوستانه که در 18 رجب الاسب 1445 هجری انجام شد، ده‌ها خانواده نیازمند و ایتام و همچنین طلاب علوم دینی بهره بردند.